خوش آمدید به دیدبان، مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از بالا گرفتن تنش در روابط ایران و آمریکا خواهیم گفت. البته برای مردم مهم قطع برق، آب، مسئله داغ شدن هوا بود. و در ادامه برنامه توجه فرمایید. آیا مستند جام زهر از جنگ ایران و عراق بی‌طرفانه بود یا نه؟ سلام آقای بهنود، همونطور که گفتیم در واقع هفته با تهدیدهای آمریکا شروع شد که به ایران گفت که آقا ما رو تهدید نکنید، آقای روحانی هم گفت که اصلا جوابی نداره به ترامپ بده، و ایران هم که خب مشکلات آب و برق و در آخر هفته هم رفتن آقای سیف و استعفای آقای نوبخت که البته آقای روحانی نپذیرفت. بله، هفته پرخبری بود از این جهت. این تصادم بین لفظی بین رؤسای دولت ایران و آمریکا هم من احساس نمی کنم که هنوز در سطح عمومی کشور، از روی رسانه‌ها میگم این رو، به یه امر نگران کننده قطعی رسیده باشه. البته بعضی البته نگران شدن، اما به نظرم یه امر مهمتری وجود داره و اونی هستش که این بار بعد از برجام دومین بار هست که یه حادثه مهمی اتفاق میفته و مردم از طریق رسانه‌ها تو جریانشن. یه گروهی مقاله می‌نویسن و می‌نویسن توش که باید رفت مذاکره کرد، یه چیزی داد، یه چیزی گرفت و مانع از تحریم ها شد. یه گروه دیگه ای که بیشتر اصولگرا هستند می نویسن که نه، هیچ نوع مذاکره ای نباید کرد، هیچ نوع به اصطلاح باجی هم نباید داد و فقط باید ایستادگی کرد و میره تا اونجایی که کیهان در وسط هفته تیترشو زد که می خواهیم ببینیم کیهان رو اونجا رو خالی کنین به خاطر اینکه قرار داره موشکای حزب‌الله میاد. این اول هفته هست که کیهان تیتر اصلیشو داده است به تأییدی که رهبر کرد از رئیس جمهور و سیاست‌های او و رویکرد جدید دولت، اما به نظرم مهمتر سرمقاله است. چرا؟ به خاطر اینکه ما در 40 سال گذشته عادت کردیم که هر حادثه‌ای که مربوط است به عراق، به خصوص به فلسطین مربوط است، این حادثه از تهران حاد میشه. این بار در مورد اسرائیل حادثه مهمی اتفاق افتاده، یعنی حادثه ای است که اصلاً کسی تصورش رو نمی‌کرد که احیاناً اسرائیل بتونه هیچ موقعی این کارو بکنه، چه برسه الان. الان به هر حال کرده او این کارو. تشکیل دولت یهود و عملاً فلسطینی‌ها رو به طور قطعی آواره کردن، ولی کیهان می‌بینید که واکنشش در حد یک سرمقاله است. حالا یه حرفای عجیبی زده دیگه، مثلا اقبال بعد رژیم صهیونیستی اینه که قدرت نمایی در اون زمانی انجام میشه که قدرت رو جدی گرفته نمیشه، و بعد میگه که در مقابل یک دشمن مقاوم که حکومت سوریه باشه شکست خورده. آره، یعنی درست عکس تصویری که جهان میده. جهان در حقیقت حرفش این استش که الان در پشتیبانی از فلسطینی ها جز ایران کسی باقی نمونده. ایشون کاملا برعکس میبینه، میگه که الان سوریه پیروزه، ما پیروزیم و اسرائیل در موقع ضعفه و بهترین موقع است که بریم بهش ضربه بزنیم. کی ضربه بزنه نمیدونم. بریم روزنامه هفته صبح. اون روزی که خبر اومد که تصویب شد عضویت آقای سپنتا، یعنی اصولا یک فرد زردشتی در شورای شهر، این عکسی که دارید ملاحظه میکنید که نشون میده که فقط آقای جنتی مخالفه، این عکس از اون روز رفت و در بیشتر روزنامه‌ها اینطوری تلقی شد که
این رأی گیری است به ماجرای این. همه موافق بودن و فقط آقای در حالی که هفته صبح این کردیت رو داره که تنها روزنامه اون روز یه شنبه بود که این عکس موقع که چاپ کرد توش توضیح داد که این عکس مال اون رأی گیری نیست و مال رأی گیری قبلی است که درباره بودجه بوده. بریم روزنامه ابتکار رو هم ببینیم. ابتکار وسط هفته است، چند تا موضوع جدی روز رو داره. یکی آماده شدن دولت برای تحریم ها، یکی هم مسئله انتخابات و اقتصاد و عوض شدن دولت اینا. ولی من یه چیزی که توجهم رو جلب کرد اینجا دو تا مقاله این پایین داریم میخونیم، در حقیقت سه تا. یک گزارش داریم میبینین راجع به بعض مطبوعات که نوشته شده در روزنامه‌های مختلف، و بعد ققنوس رسانه در آتش بحران. بیشتر به نظرم میاد این تیتر مقاله است تا اینکه تیتر یک گزارش خبری باشه. گزارش خبری باید به سرعت به خواننده بگه درباره چی من دارم حرف میزنم. به نظر من این ققنوس رسانه در آتش بحران خبر نمیده که معنیش اینه که مطبوعات در بحران هستن. پایین تر یک مقاله ای داریم میخونیم از آقای علی آهنگر. اونو دارید میگید یا از دم شیر تا پوست؟ هم آقای دهکی سردبیر از دم شیر تا پوست کرگدن. آره، و اون پایین تر هم باز مطلبی است از آقای آهنگر. باز هر دوتای اونها هم با ضرب المثل دم شیر پوست کرگدن، و بعد توش هم میریم پر از کنایات و اشاراتی است که بعضیاش زمان داره. حتی یعنی اگه شما مثلا وسط یه مقاله بگید که حالا حقوقدان شده مثلا سرهنگ و اشارتون به مبارزات انتخاباتی قبلی باشه که در اونجا آقای روحانی گفتش که من حقوق دارم، چرا مثلا یه خواننده یه روزنامه باید اینقدر اشارات عجیب غریب تحقیق کنه و این همه تاریخچه داشته باشه و چیزای مهم و این همه ضرب المثل اینا؟ به خصوص الان که تو روزنامه ها میبینیم که خیلی هم مقالات واضح هست، به وضوح درباره اینا حرف زده میشه و بعد هم مدام میگن ساده بنویسید. روزنامه بعدی سازندگی هست. سازندگی معمولا یه دونه عکسی کارتونی از بزرگمهر حسین پور داره. در این روز به نظر میرسه که فرضش بر این بوده که آقای نوبخت رفته و همین جهت هم بزرگمهر آقای نوبخت رو کشیده با گردن باریک. خیلی باریک که در حقیقت میخواد بگه که دیگه باریکتر از گردن آقای نوبخت کسی پیدا نشد برای اینکه حذف بشه از کابینه، در حالی که وقتی که روزنامه در اومد معلوم شدش که آقای روحانی نپذیرفته و آقای نوبخت مونده و آقای سیفه که گردنش نازک بوده. بریم روزنامه بعدی اعتماد رو هم ببینیم، خیلی کوتاه. خیلی این درخواست برخی نهادها برای ورود به بانکداری به خصوص مشهد آستان قدس خیلی از نظر زمانی مسئله داره. من نمیدونم کارشناس یا مشاور رسانه‌ای ندارن الان هنوز مشکل این داستان سامن الحجاج هست که خیلی داغه و تو حواس ماجرای بانک سرمایه و بانک شهر هم اومده بهش اضافه شده با آدمای مشخصی در اونجا، و اینجاها صحبت هست به اصطلاح یک، البته حالا هنوز اتهام چیزی بیشتر از اتهام و افشاگری نیست که آقای قالیباف بوده است که مقدار زیادی به ضرر شهرداری سرمایه بانک سرمایه رو خریده و بعد اونجا نشده، بعد اونو رها کرده اومده بانک شهر رو درست کرده. شاید بهترین چیز همین سرمقاله باشه که آقای احمد خاتمی از نوشتن. خیلی جالبه نوشتن که آقا یه دوره همه به قول معروف سران حکومت تصمیمشون این بود که دانشگاه بسازن، کارهای اینطوری بکنن، الان همه رو آوردن که فقط بانکداری و بانک درست کنن و با تاسیس بانک. خصوصا توجهشون ایشون که مدیر عامل سابق بانک صادرات هست از قدیمی های بانکداری هست و اصولا آدم بی‌طرف متخصصی هستش. توجه میده که در همه جای دنیا با نظارت بانک مرکزی ها بانک درست میشه برای امور خاص بانکداری، در حالی که اینجا هنوز درست نشده. معلومه که قرار است جای درست بشه، سپردهای مردم بگیره، آستان قرض بکنه. بله آقای بهنوت، برمیگردیم به شما و کارتون ها و مجله ها. اما هفته گذشته مستند جام زهر، فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ، از بی بی سی فارسی پخش شد. واکنش‌ها به این مستند بسیار زیاد بود. تا لحظات دیگر حسین باستانی تهیه کننده، محقق و گوینده این مستند اینجا در استودیو با ماست تا به سوالات شما پاسخ دهد. سلام آقای باستانی، خوش آمدید به برنامه دیدبان.
مستند جام زهر واکنش های بسیار زیادی داشت، خیلی ها تشکر کردن، یعنی شاید تعداد کسانی که تشکر کردن خیلی بیشتر از کسانی بود که انتقاد کردن، ولی خب واکنش ها هم زیاد بود، یعنی رسانه های ایران، مطبوعات ایران به این مستند واکنش نشون دادن. ولی خب ما توی برنامه دیدبان همیشه قصد داریم که انتقادها رو مطرح کنیم و به اونها سوال، به اون سوالا جواب بدیم. یکی از چیزایی بود که چرا الان و چرا خواستید بگید که ایران فرصت سوزی کرده، اونم تویش برهه از زمان که ایران انقدر تحت فشار از سمت آمریکا، چی رو می‌خواستید القا کنید؟ ببینید، معمولا وقایع تاریخی بزرگ رو وقتی که ما می‌خوایم راجعشون یه کار ویژه‌ای انجام بدیم، لابد با مضربای 10 یا 5 دیگه، یعنی مثلا 20مین سال، 25مین سال، 30مین سال، معمولا ما نمیگیم به مناسبت 29مین سال مثلا یک واقعه میخوایم کار ویژه ای انجام بدیم. اینم 30مین سالگرد قطعنامه 598 بوده. فرض کنید که 5 سال قبل انجام میشد، یعنی ما الان در واقع تیر 97 هستیم، میرفتیم مثلا تیر 92، میشد زمانی که آقای روحانی تازه انتخاب شده، میخواد بره تو دل مذاکرات هسته‌ای. لابد اون وقت هم میشد گفتش که خب الان در شرایطی که نظام میخواد یک در واقع جام زهری سر پرونده هسته‌ای بنوشه، خب یک عده دارن زمینه روانیش آماده میکنن. فرض کنید 5 سال قبلش میخواست انجام بشه، یعنی تیر در واقع 87، آخرین سال آقای احمدی نژاد، وسط تحریم‌های شورای امنیت، همه دارن خودشون آماده میکنن برای انتخابات 88 که این رئیس جمهور بذارن کنار، مثلا یک کسی دیگه بیاد، حالا فارغ از این که نتیجه چی بشه. در اون زمان هم به هر حال میشد گفتش که داره زمینه سازی میشه برای یک جام زهر دیگری در اون فقره. باز 5 سال اگه قبلش میخواست انجام بشه، البته حالا دیگه ما که دیگه در اون زمانه که نبود، ایران بودیم، ولی باز تیر مثلا فرض کنید که 82 میشد، یعنی زمانی که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی ایران در آستانه توافق پاریس بود، یعنی همون جایی که در واقع ایران به صورت داوطلبانه عقب کشید از فعالیت‌های هسته‌ای غنی‌سازی. خلاصه کلام همیشه ایران در یه بحرانی بوده. بله، به عبارت دیگه من تصورم اینه که شاید خیلی از کسانی که میگن چرا حالا، البته خیلی از کسان افراد خب سوال موجهی رو دارن مطرح میکنن، اما برای خیلی از کسان دیگه من جمله اونهایی که مدافع نحوه اداره جنگ هستن، هر زمان این سوالات مطرح بشه نامربوطه، یعنی این سوالات انگار که هرگز نباید مطرح بشه. سوال دیگه این بوده که حرف تازه این مستند چی بوده؟ ببینید، بخش زیادی از بحثایی که در مستند مطرح شده به هر حال جمع‌بندی نکاتی که در رسانه‌های مختلف بوده، ولی خب نحوه در واقع کنار هم چیدن اینها به صورت منسجم نشون میداده که سیر وقایع به چه صورت بوده. اما بحث‌های جدید هم داشته، به عنوان نمونه این که وقتی که جنگ تموم شده، این که وقتی که در واقع خرمشهر آزاد شده و عقب نشینی های بعدی عراق صورت گرفته، 1400 کیلومتر از خاک ایران در اشغال عراق باقی میمونه و بعد خب گفته میشه که ما باید اینها رو آزاد کنیم، جنگ ادامه پیدا میکنه، آخر جنگ در شرایطی آتش بس برقرار میشه که اون 1400 تا شده 2663 تا، اگر کسی برنامه تلویزیونی مستندی چیزی میشناسه در هیچ کدوم از شبکه‌های داخل که به این موضوع نزدیک شده، خب من مایلم بدونم کجا بوده. فکر میکنم که هرگز پرداخته نشده بهش. این که یه اشارات کلی که به هر حال یه چیزی از خاک ایران در دست عراق میمونه، اینها ممکنه اینها باشه، ولی در واقع عمق داستان و ابعادش قطعا گفته نشده. و نمونهش هم این که مثلا بحثایی که من در ماهای پیش میدیدم روی شبکه‌های اجتماعی، مثلا داره اینطوری مطرح میشد که خب اگر که بعد از خرمشهر قرار بود جنگ تموم بشه، پس طلایه چی میشد، پس شلمچه چی میشد، پس مثلا نفتشهر چی میشد، پس فکه چی میشد. خب این کم کم اینو این فکر رو تو ذهن من انداخت که انگار کسانی که این حرفا رو میزنن، اون عزیزان تصورشون اینه که آخر جنگ اینا آزاد شده بوده که دارن میگن پس اونا چی شد. به نظرم همین که اینها توضیح داده بشه که خب مثلا همین مناطقی که ما ذکر میکنیم، اینها واقعا تا آخر جنگ در اشغال عراق موندن و دو سال بعد از جنگ، یعنی در آستانه درگیری عراق سر جنگ کویت بود که اینها عقب نشینی صورت گرفت، فکر میکنم اینها چیزهایی نبوده که بخش قابل توجهی از افکار عمومی ازش مطلع بوده باشن.
سوال دیگه در مورد مصاحبه ها بوده. گفتن که شما گلچین کردین مصاحبه ها رو و تیکه های رو استفاده کردین و چرا مثلا از یک مصاحبه یه تیکه رو استفاده کردین یه تیکه دیگه رو استفاده نکردین؟ مبنا و دلیل مثلا گزینش شما بر چه اساسی بوده؟ ببینید، مصاحبه هایی که مورد استفاده قرار گرفتن، البته اگر قرار بوده که همشون بیاد یا قسمت زیادشون بیاد، خب لابد مستند به جای 56 دقیقه مثلا میشده 10 ساعت. طبیعتاً باید یک جاهای انتخاب میشده. ولی خب سوال اینه که آیا منصفانه انتخاب شده یا نه؟ من مثال بزنم. یک موردش دیدم که در سطح شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. مصاحبه از آقای محمد جواد لاریجانی که داره میگه که وقتی که قطعنامه 598 صادر شد، آقای ولایتی میگفتش که این ترکمانچای است و چه است، ولی بعد احمد آقای خمینی زنگ زد به من، یعنی به آقای لاریجانی، و گفتش که امام نظرش رو اینه که بگیم نه میپذیریم نه نمیپذیریم. خب اون قسمت اولش اومده توی مستند ما که آقای ولایتی این رو گفته. این دوم که احمد آقای خمینی گفته که نه میپذیریم نه نمیپذیریم، این نیومده و گفته شده خب ببینید اینجا تحریف صورت گرفته. ببینید این مستند 56 دقیقه است دیگه، یعنی 56 ساعت که نیست. اگر که کمتر از یه دقیقه جلوتر این مستند رو برن افرادی که در واقع از این زاویه ایراد وارد کردن، ببینن که همون نکته رو خودم دارم میگم. یعنی اگه اجازه بدید من رو بخونم، اولین چیزی که من خودم میخونم بعد از نشون دادن این مصاحبه، اولین نریشن من اینه: سرانجام ایران 3 هفته بعد از صدور قطعنامه 598 نامه رسمی را به دبیرکل سازمان ملل میفرستد. نامه حکایت از عدم پذیرش قطعنامه دارد، هرچند آن را به کلی رد نمی‌کند. یعنی دقیقاً همین نکته که اشاره شده. حالا چرا این نکته را از زبون من اومده و نه در ادامه صحبت آقای لاریجانی؟ به این خاطر که آقای لاریجانی داره یک اتهامی رو متوجه آقای ولایتی میکنه که موضعی داشته که مثلا فرض کنید با موضع رهبران کشور متفاوت بوده. خب ما روایت خود آقای ولایتی را باید بشنویم دیگه. بلافاصله بعد از اینکه آقای لاریجانی این رو گفته توی مستند، حالا گذشته از اینکه ما اصلا چه نظری راجع به آقای ولایتی داشته باشیم یا نداشته باشیم، بلافاصله بعدش در از یک مصاحبه دیگر صحبت‌های آقای ولایتی اومده در جواب اینکه خب موازش چطور بوده، که داره توضیح میده که مثلا دلیل اینکه من نظرم منفی بود به این قطعنامه چنین بود و چنان بود، توضیحاتی میده. طبیعتاً این باید میومده. ممنونم. واکنش ها به این مصاحبه خیلی بوده، همونطور که قبلا هم گفتم، و فرصت برنامه دیدبان کوتاه، ما یک مصاحبه طولانی تری انجام میدیم که مخاطبان میتونن این مصاحبه رو در یوتیوب و وبسایت بی بی سی ببینن، ولی برای دیدبان مصاحبه رو کوتاه نگه میداریم. بازم ممنون همکارم حسین باستانی. کارتون ها این هفته متأثر بود از شرایط ویژه که ایران داره این روزها، بحران آب. البته فقط ایران نداره، دنیا داره. ولی بله، این نشریه که دارید میبینید، این کارتون حسن کریمزاده هست. کریمزاده اول بار در سال 87 چاپ شده تو اعتماد ملی. یادآوریش از جهت مهمه که در اون موقع از 87 تا 97 دادش موضوع ساینی از خودش داد، رئیس جمهور وقت آقای احمد نژاد به شهرهای مختلف اجازه کندن چاه داد. بله. بعضی از سدهای کوچیک رو سرعت بخشید و بعدم اجازه داد که از این طرف ببرن اون ور، از اون ور، یعنی به هر جا که رسید به اونجا اجازه داد که از اون ور ببرن. و این موضوعی خیلی بزرگی است که الان گرفتار شده. دعوا و جنگ را افتاده شده بود. بله. ولی ایشون که خب قرار بود گوش نده. کار بعدی از محمد رضا میر شاه ولد هست. بله. که اونم باز موضوع آب. آخه اون ماهیه رو ببینید. بله، در حالی که دیگه چیزی از عمرش باقی نمونده، ولی هنوز چشمش به اینه که یه آبی بالاخره بهش برسه. یعنی تشنگی هم کشیده قبل از اعدام. بعدی از ابوالفضل رحیمی. خب حالا حرف دیگه ای میزنه. در حقیقت معتقد است که این سیستمی که هم فیلتر میکنه و هم کانال ها رو میخواد تعطیل بکنه و هم موبایل رو میشکونه و هم همه این کارا، در این حال میخواد همه رو به زور بنشونه پای یک وسیله‌ای و در این حال در واقع بیشتر داره میگه که انگار که مردم مجبورن فقط صدا و سیما رو ببینن. آره، و در این حال اون دست و گیره هم اونجا در حقیقت به اون طرف که ملت باشه میگه نگاه کن حتما. بله، بشین و نگاه کن. برگزیده هایی که امروز آوردین، اولش هست طراح امروز، این مجله است که شبیه روزنامه بسته میشه.
و موضوعش هم عبارت است از معماری و طراحی، ولی به زبان تخصصی متخصصین، نه به زبان عام، نه مسائل عام، بلکه همه مطالبی که نگاه میکنیم مطالبی است که مثلا فرض کنید از همینجا میتونیم متوجه شیم، سلسله نشست‌های بازآفرینی تا حلقه دام تحقق آرمان‌های دوردست. این تیتر بود؟ این تیتر بود که از یک سلسله کنفرانس هایی داشت صحبت میکرد که راجع به بازآفرینی شهری مثل تهران بود، چجوری تهران رو باید بازآفرینی کرد که لطمه نخورم، اون بحثی که بحثی جدیست. و یا اینکه هدر رفت سرمایه ملی در فقدان مدیریت اصولی. مقصودم اینه که اصولا یک نشریه عمومی نیست و مهم است که رومیز روزنامه فروش هر دو هفته یک بار یک نشریه‌ای در میاد که راجع به تخصص خاصی است که اتفاقا مهمم هستش. حالا البته باید دید که واقعا تو این بحران کاغذ و همه چی اصلا اینا خونده میشه یا نه. خب لابد خونده میشه که متخصصی میخوننش کم خرج هم است، نشریه کم برگی است، اما مثلث چنان که میدونید به مدیریت آقای آجرلو نشریه اصولگرا هست، هفتگی هست. این الان منظورش از معاون منتقد و چرا جهانگیری ماند؟ آره. انتقاد از دولت که زمینه که نشریات اصولگرا اصولا تا دو هفته پیش فشارشون رو این بود که جهانگیری باید بره. چرا؟ به خاطر که جهانگیری کارگزارانیه، بنابراین کابینه رو دو قسمت کردن و هرچی هم که اون کابینه همشون هم سرنوشت شدن، یه بار این یکی از این استیزا میشه، یک بار از اون، این زیر فشار اون در، ولی اصولگرا دوست دارن اینطوری ببینن که این کابینه ائتلافی است از برای بچه های آقای هاشمی رفسنجانی و به گروه اعتدال توسعه. خب این فشار رو آقای جهانگیری بود، ولی معلوم شد که نه، آقای جهانگیری رفتنی نیست. وقتی معلوم شد، حالا لحن این نشریات هم عوض شده و طرفدار موندن آقای جهانگیری شدن، میگن بقیه چرا نمیرن. از جمله تو همین صفحه اول میبینین که آقای سلیمی نمی میگه نهاوندیان باید دولت بره. حالا جناب مخالف کجای دنیا معمولی که به دولت دستور بده کی بره کی بیاد نمیدونم. حسین علا کرم هم میگه قبل از جهانگیری خیلی دیگه باید استعفا بکنن، یعنی اصلا استعفا کنید. بعد بحث حزب اعتماد ملی رو که بحثی اون تو در گرفت بین یک گروهی آقای منتجب نیا یه طرف بود، معاون سابق، و یه گروه دیگه‌ای که الان آقای الیاس حضرتی رو کردن قائم مقام حزب در غیاب آقای کروبی، اینها رو مطرح کرده با این تیتر که این کودتا بود یا دموکراسی بود. و الان ناراحتیشون نگران حزب اعتماد ملی هست. بله، نگرانن که چطور با وجود اینکه این رئیسش این همه مدتی که الان تو حسره، ولی این حزب مونده و کنگره برپا میکنه و به هر حال روزنامه هایی هم هستن دوباره. حالا بعد اومده رسیده به ماجرای مخالفت با خروج نرم، یعنی دولت بریتانیا، و اینکه خلاصه بوریس جانسون شانسش زیاده و در این فاصله هم آقای ترامپ دوباره تکرار کرده. بله، اصولا خیلی دور نیست از اون نظر. مجله بعدی سرمشق هست. سرمش خیلی نشریه خوبیه، فرهنگ اجتماعی مال کرمانه، نه؟ بله، استان کرمان منتشر میشه، این شماره 22مش در اومده. آقای مظهری کرمانی، آقای مظهری کرمانی ما از قدیم میشناسیم، هم طبع شعر داره هم اهل ادبیات، هم یه دورم وکیل کرمان در مجلس بوده است. در سابقه ای میده درباره استاندارای قدیم کرمان که خوبه که یادی از اونها میکنه و اینا که مثلا خدمتی کردن. دانشگاه کرمان چه جوری ساخته شد در زمان قبل از انقلاب عرض می‌کنم. بعد مهمتر اینه که این میرسه و به بخشای ادبی و شعر، و این نشریه که اصلا نشریه کمبرگی نیست و خیلی خیلی واقعا باعث افتخاره که تئاتر اینجا میشه. دیدم نشریه تئاتر معلولین، معجزه‌گر و درمان کننده. بله. چالش‌ها و امیدهای تئاتر معلولین که باید چیز جالبی باشه. موضوع اصلیش اصلا در این بخش تئاتر مرا با جانت ببین، اونجا یه گفتگویی کرده است با آدمایی که این تئاتر رو آورده بودن، اشاره کرده به آقای باغچبان و سابقه‌ای که باغچبان در این کار ایجاد کرده است، بعد با ایمان تاج سلطان که نویسنده یک نمایشنامه است که ظاهرا در کرمان بوده است، و به این ترتیب میرسیم به بخش شعر و اینا که همه اینها برای یک نشریه سراسری حتی نشریه خیلی خوبی است. عالی. ماهور رو هم اگه بتونیم ببینیم خیلی عالیه. این دفعه
یه مطلب خیلی خوبی آقای محمدرضا شریعی نوشته در مورد دیسکوگرافی‌های آثار ضبط شده، برنامه‌های کمدی رو میگوید که ضبط شده. من شخصا به عنوان یک آدم علاقمند به این موضوعات خبر نداشتم که ما این همه برنامه کمدی رو افراد خوش ذوق، اونم در زمانی که طنز و کمدی فقط کمیک فقط تو دربار و مراسم اونجاها بوده، اینا رو بردن ضبط کردن و این نمونهشون تئاتر فالگیر یهودی و مسلمان، نمیدونم مثلا اون یکی از تئاتر کاکاسیا با آقاش، بعد فهرست داده از این تئاترها که در مجلس‌های مختلفی رو ضبط کردن. بنابراین قبل از اینکه تصویر داشته باشیم صدا داریم. خب کارتون آخر رو هم ببینیم از هادی لطفی. تلخه دیگه، میگه که تو اینجا پایین زده که توده خیلی عجیب بزرگ ناامیدی تمام مغز گرفت. بله، و قسمت غیر فعال که اون کوچولو کوچولو است امید به آینده. خب غیر فعال هم هست از بله بله. شهرام شهیدی حرفایی برای نگفتن. آقای عارف گفته بود از شریعتی، یعنی علی شریعتی، آموختم که سرمایه هر کسی حرفایی است که برای گفتن برای نگفتن داره. کارمنده گفته از پدرم آموختم که سرمایه هر کسی پولهایی است که برای درمان و تفریح نداره. یه خانه‌دار مرد و زن نداره. گفته از یخچال خالی آموختم سرمایه هر شهروند غذاهایی است که برای نخوردن داره. یه فعال فرهنگی گفته من از دلالان ارزی آموختم سرمایه هر فرد فرهنگی ارز خارجی است که توان خریدنش رو نداره. یه شهروند رای دهنده گفته من از شرکت در انتخابات مجلس فهمیدم سرمایه هر شهروند رایی است که برای ندادن داره. خب به همینطور ادامه ده. کاروش کیروش چی گفته و فلان اینا تا رسیده به سعدی شیرازی که بهش گفته لقمان را گفتن ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان، بعد گفته حالا دیگر دست من کپی میکنیم. ممنون آقای بهنود، همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون در مورد تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو میتونید روی صفحه تلویزیون همین الان ببینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ هم میتونید در فیسبوک و به خصوص توییتر با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.